ببینید در مورد اسکیل بروکر اتفاقایی که افتاده، استراتژی هایی که میشه انتخاب کرد، شرایط اسکیل بروکر، من یه بار دیگه براتون اینجا این ویدیو رو میذارم که ببینیم کمک بکنه بهتون انشاءالله. ببین الان اتفاقی که افتاده در مورد ویزای اسکیل بروکر اینه که ظرفیت های امسال، همون ظرفیت پارسال با یه کاهش خیلی کم. ظرفیت وقتی میگیم از اون ظرفیت ویزاست، ظرفیت ویزا سر جاش هستش، حدود 200,000 ظرفیت کمی کمتر گذاشته بوده داره مهاجرت برای این ویزاها که همچنان سر جای خودش هستش با یک کاهش خیلی کم. اتفاقی که ظرفیت دعوتنامه های ایالت ها کم شده که گفتیم دولت استرالیا فدرال تصمیم گیری میکنه بدون دخالت دادن ایالت های خودش و به ایالت ها اعلام میکنه که شما الان میتونی اینقدر، من به باجت میدم، باجت دعوتنامه میدم که بتونی بری استفاده بکنی. دولت فدرال اومده الان اینو اعلام کرده که من باجتاتون رو کاهش میدم، که گفتم تا امروز به جز ویکتوریا و کوینزلند تمام ایالت‌های دیگه اعتراض کردن به این کاری که دولت فدرال کرده و همه‌شون گفتن که ما نیاز داریم، برای چی داری بودجه رو کم می‌کنی، و دارن فشار میارن، دارن نامه‌نگاری میکنن توی سایت، توی سوشال میدیاشون اگه پیگیری بکنین دارن کاملا اعلام میکنن همین اینا رو، یعنی برای شما، و حتی ایمیل هایی هم به ایجنت ها میزنن که مثلا کمبرا تو ایمیلش معذرت خواهی کرده، گفته با اینکه نیاز داریم ولی باجت ما کم شده، پرت خیلی شدیداً اعتراض داره میکنه برای اینکه مارکتش به قول خودشون بومینگه و میگه من مارکتم برای این مارکت نیاز دارم که در واقع اسکیل مارکت بگیرم، و چرا شما دارین اینا رو کاهش میدی ظرفیت ها رو. و اتفاقی که الان افتاده خب یه اتفاق مقطعیه، ما نمیدونیم در آینده چی میشه، ولی از روی پلنینگی که دولت استرالیا برای آینده داره که در سایت abs.gov.au در بخش استاتستیک و پاپولیشنش میشه اینا رو دید، دولت استرالیا میخواد کشورشو بزرگ کنه، بنابراین بزرگ کردن این کشور از طرف مهاجر اتفاق میفته. اینا مسائل مقطعی ممکنه که بازی ایالت‌ها برن فشار بیارن، دور بعدی دعوتنامه‌هاشون رو بیشتر کنن. مثالش پارسال بود که وسط سال مالی هیچ کس انتظار نداشت دعوتنامه 20 برابر شد یک دفعه، و اون سال هم قرار نبود اون اتفاق بیفته، ولی برعکس شد، دعوتنامه خیلی زیاد شد. برای این یه مسئله مقطعی، اسکیل ورکر یه مسئله لانگ ترم، و زمان کووید یکم فرق داشت چون یه اتفاقی تو دنیا افتاده بود که هیچ کس از آینده دنیا خبر نداشت. بعضی‌ها میگفتن شاید کووید سال‌های سال تو این دنیا بمونه، و تمام سیاستمدارا و چون من اینا رو دنبال می‌کنم همیشه، چیزایی که میگفتن، تحلیلایی که می‌شد این بود که ما نمی‌دونیم آینده دنیا داره چی میشه، کشور بسته شده، چه دلیل داره اسکیل مایگرنت بیاریم تو این کشور. که یادتون باشه منم تو اون زمان خیلی مخالف اسکیل ورکر بودم، اتفاقا تحصیلی رو از همون زمان خیلی پروموت کردم، گفتم که به نظر من اسکیل ورکر الان وقت خوبی نیست، چون خودشون هم نمی‌دونن چیکار کنن، که دو سالی هم اسکیل ورکر اوضاعش تقریبا به صفر رسید. ولی الان تو اون حالت نیستیم، الان تمام استرالیا نیاز داره، مارکت استرالیا رو نیازه، استرالیا میخواد مهاجر بگیره. به هر حال تصمیم گیری دولت فدرال بوده که الان این کار بکنه، باجتش رو بیشتر بده به کسایی که میخوان ویزا بگیرن، و بعد ببینیم که حالا چه جوری میخواد جلو بره. حالا با توجه به این شرایط که اتفاق افتاده استراتژی چی باشه؟ استراتژی ما با توجه به این شرایط که الان اتفاق افتاده که توضیح دادم و این شرایط مقطعی هستش، به نظر من استراتژی در بحث اسکیل ورکر همون استراتژی قدیم منه، یعنی با کف امتیاز به سیستم ورود کن. کف امتیاز شنده 50، شما با کف امتیاز برس رو 50 امتیاز، ببین کدوم ایالت شانس داری، رو 50 امتیاز اپلای تو بزن، و اصلا و ابدا وای نسا که بری امتیازهای بیشتر بیاری که بخوای ثبت بکنی، با 50 امتیاز ثبتتو بزن. حالا با توجه به این که الانی که داریم با هم صحبت میکنیم احتمالاً دیگه مثل پارسال نخواهد بود که ما بگیم 50 امتیاز 100% دعوتنامه میگیری، چون پارسال مالی اینجوری بود 50 امتیازی میرفت دعوتنامه میگرفت، خیلی شرایط ایده‌آل بود که منم بارها گفتم فوق العاده است شرایط روی زمینه. احتمالاً رقابت خوب بیشتر میشه چون ظرفیت ها خیلی اومده پایین برای ایالت ها، و توی این رقابتی که بیشتر میشه بهترین استراتژی اینه که شما با 50 امتیاز ورود کنی به سیستم، بعد حتما دیگه بری برای افزایش امتیاز، یعنی تمرکزت رو افزایش امتیاز دیگه باید باشه. با توجه به شرایط الان افزایش امتیاز چجوری میشه داد؟
آزمون ناتیه، میشه 5 امتیاز ازش زیاد کرد. دیگه خودتون اینا رو میدونید دیگه، پی تی ایه که میشه 10 تا 20 امتیاز از روش زیاد کرد. امتیاز همسره که میشه 5 تا 10 امتیاز از امتیاز همسر بیشتر کرد. و شاید رفته رفته رفتن به سمت اسس های دومه، کاری که توی زمان کووید خب زیاد شده بود، باب خیلی باب شده بود و ببینیم که اسس هایش بیشتر شانس میده و احتمالا این استراتژی ها بیشتر و قوی تر میشه دیگه روز به روز. و این استراتژی این روز هاست که اگه کسی فقط خواست روی اسکیل ورکر تمرکز بکنه، استراتژی 1 ورود به سیستم با 50 امتیاز، 2 افزایش امتیاز تا جایی که میتونه، و 3 بعدن اگه نیاز شد اسیس گرفتن روی ایالت های دیگه برای بالا بردن شانس که بخواد این کار انجام بده. میشه استراتژی اسکیل ورکر. اینکه شانس چقدر چه جوری میشه نمیدونیم، برای اینکه به مراتب تصمیمات انتحاری از طرف دولت استرالیا دیدیم که پارسال یه تصمیم مثبتش رو دیدید که 20 برابر ظرفیت رو، امسال هم اومده کاهش داده و این هست شرایط اسکیل ورکر. حالا یکی از استراتژی هایی که ما اضافه کردیم به این ماجرا که شما بیاین داخل و منتظر این اتفاقات باشین، ویزای تحصیلی بوده.